امروز در برنامه‌مون نگاهی می‌کنیم به یک چهره ماندگار. اولا براش آرزوی سلامتی و بهبودی کامل دارم. امیدوارم این استاد گرانقدر که صدای فوق‌العاده دلنشینی داره، نوازنده توانایی است، مخصوصا ساز تخصصی و عود است. شخصیت کسی نیست جز استاد عبدالوهاب شهیدی. عبدالوهاب شهیدی یا استاد عبدالوهاب شهیدی همیران ارجمند متولد 1301 است. در یک به اصطلاح شهر کوچکی در یکی از روستاهای اصفهان به نام میمه. در اونجا تحصیلات ابتدایی خودش را آغاز میکنه و بعد برای ادامه تحصیلات میاد تهران، مقیم تهران میشه. استاد شهیدی در سال 1318 به خدمت آموزش و پرورش در میاد و شغل معلمی یا آموزگاری رو برمیگزینه. در سال 1320 آقای شهیدی به خدمت نظام میره. بعد از پایان خدمت نظام به عنوان افسارمند در ارتش استخدام میشه. شهیدی کار هنری رو در سال 1322 در گروهی که عنوانش بود در واقع هنردوستان، با چند تن از دوستان خودشون این فعالیت رو آغاز میکنه و بعد آشنا میشه با شخصیت بزرگ اسماعیل خان مهرتاش که بنیانگذار جامعه باربد بوده. میره در اونجا و در اونجا عرض کنم که ردیفا و دوره موسیقی رو طی میکنه و بعد هم سنتور هم مینواخته. سنتور کم کم میذاره کنار و تا ساز تخصصی و عود میشه. شهیدی در سال 1339 عرض کنم که وارد رادیو میشه، با برنامه گلها همکاری خودش شروع میکنه و این همکاری همیانان ارجمند کماکان ادامه داشت تا سال 1357 که به هر حال داش انقلاب اومد درو کرد، همه هنرمندان رو خانه نشین کرد و از جمله شهیدی. خب برای شهیدی کم به قول قدیمی ها پاپوش درست نکردن. این هنرمند هموطنان ارجمند گرامی شخصیتی است که به موسیقی محلی بسیار عشق می‌ورزه، ملودی های محلی رو آنچنان در حافظه خودش داره و بسیاری از اونها رو به نفع مطلوبی اجرا نموده است. آقای شهیدی برای شناساندن موسیقی ایرانی سفرهای فراوانی کرده، به کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، آلمان، افغانستان رفته و همینطور در بزرگداشت جلال الدین مولوی در ترکیه برنامه اجرا کرد آقای شهیدی که فوق العاده این برنامه جذاب بود و مورد عرض کنم که تشویق همه مدعوین قرار گرفت. و این هنرمند هموطنان ارجمند گرامی با بسیاری از اساتید ما همکاری داشت، اما خودش در یک گفتگویی که من از او دارم اشاره میکنه به همکاریش با آقای پرویز یعقی، با مرتضی خان محجوبی، با جواد ارکان معروفی، حسین تهرانی، رضا ورزنده، اصغر بهاری، حسن کسایی، حسن ناهید و استاد جلیل شهناز. خب همطور که میدونید بسیار ترانه خونده، ترانه‌هاش فوق‌العاده دلنشینه و حضورش در جشن هنر شیراز بسیار چشمگیر بوده. یک سالی خود بنده شاهد اجرای این ارکستر بودم که به سرپرستی فرامرزخان پایور بود و آقای شهیدی این هنرمند شایسته، این بزرگوار، اون ساز عود رو واقعا در آغوش گرفته بود، آنچنان برنامه اجرا کرد که به خصوص نسل جوان، دختران و پسرانی که در حافظیه نشسته بودند همه اصلا غرق لذت شده بودند، آنچنان با علاقه گوش میکردند که واقعا زبان من عاجزه از بیان اون صحنه‌ای که دیدم و استقبالی که از این شخصیت والا شد. سالهای پیش که بنده در رادیو بودم، خب خودمونم یک رادیوی را انداختیم، یکی دو سالی ادامه داشت به نام رادیو صدای ملی. بسیاری از همکاران در اونجا با هم همکاری داشتیم، از جمله زندیات تورج نگهبان. تورج نگهبان تلفنی یک گفتگویی کرد با استاد عبدالوهاب شهیدی در همون برنامه و جالب هموطنان ارجمند، آقای شهیدی از یک گلها شروع میکنه که چطور زندیات داوود پیرنیا او رو میپذیره در برنامه گلها و بعد وقتی با پیرنیا داشته مذاکره میکرده، حالا خودش توضیح میده، استاد روح الله خالقی اثری رو تازه نوشته بود و به دنبال این بود که یک آوازی که تم محلی داشته باشه در اون برنامه گلها بگنجونه. گلهای
شماره 265 که مشهور است به داغستانی و لوری. اجازه بدید که صحبت‌های خود عرض کنم که استاد شهیدی رو بشنویم، هرچند گفتگو تلفنی بوده، صدا آنچنان کیفیت شفافی ندارد، اما هموطنان ارجمند شنیدن آن به دلها می نشین. امیر جان با هم گوش میکنیم. تقابلا خدمت شما سلام دارم تورات جان و همچنین به شنوندگان عزیز هموطن مهربان من در هر جا هستم. به حضورتون عرض کنم که والا محفوظات خیلی لطمه خورده. بله اینه که باید در حدود سالهای 40-41 انترا باشه، حدودا تصور میکنم اواخر 39 و 40 باشه. دقیقاً یادم به رادیو اومدم مستقیما. بله درسته کاملا. چیز معروف شد به نام لوری لوری و داغستان. داغستانیشون ترانه بود که خانم الهی خوندن، دو بیتیاش هم من خوندم. این داستانی داره، این دو بیتیایی که در اون برنامه من اجرا کردم، اگر خواهی براتون شعر بدم. خیلی خیلی متشکر میشم جناب استاد. هر بزرگ من در کوچیکی در 12 سالگی دیدم که استعداد همیشه در بچگی خودشو نشون میده، در هر هنری باشه خودش نشون میده، منم حس میکنی یه چیز در درونش هست. این یک پیرمردی بود که این روزام به این فرم نبود که تاکسی باشه و نمیدونم وانت باشه و این چیزا، اینا با گاریا حمل و نقل میکردن، چیزای مغازه ها رو میآوردن. یه پیرمردی بود که غروب تنگ غروب که میشد این از اصفهان میآمد به طرف میمه، نزدیکای میمه، به این دوبیتی شروع میکرد یه خوندن و صدای عجیبی داشت که واقعا منو دیوانه میکرد. من همیشه میرفتم تو پشت بون همچه بوش میدادم، تو دقیقه که وارد این میمه میشد من اینا رو زمزمه میکردم، یاد گرفته و قشنگ میخوندم دیگه. خوب کار بودشیم دوستین نو اومدیم تا سال 39 و 40. من یه روز اومدم تو اتاق مرحوم پینیا که خدا رحمتش کنه، بزرگ مرد خدمت بزار به موسیقی، تو اتاقشون مرحوم خالقی اونم به همین فرم بزرگ مرد موسیقی اینجا نشسته بودن. آقای رالا خالق گفت که فلانی این یا آهنگ اجرا کردن، این آوازش باید حالت محلی داشته، به شما چیزی ندارید در این زمینه؟ گفتم آقا نوار بذید من گوش کنم. این نوار کم تو گوش میکردم، من سازم رو کوک کردم، با نوار کوک کردم، اودو کوک کردم، گفتم بله دارم. و گفت سب کنم میرم این همچه که نوار همینطور داری میچرخه چطوری سوستون کوک کردید شما؟ چقدر هم جور شده جوسته؟ گفتم خوب هر یا زحمته. رفتم تو استودیو و بدون ادیت من 28 دقیقه این با این کوک این چیزا رو خوندم، این آواز رشستانی رو خوندم. وقتی اومدم بیرون دیدم که آقای وفادار خدا رحمتش کنه این پرید ما رو بغل کرد و گریه میکرد. میگه آقا این چی بود خوندی؟ گفتم این لوریه. گفت اینو تمرین کرده بودی الان؟ گفتم نه، همتون فل بدهی ما خوندم، موزیکش فل بدهی بوده. گفت که خیلی عجب، خیلی عجیب، این فوق‌العاده بوده. بالاخره رفتی هم گذاشتن دارن گوش میدن. برو خاله آقا همینی که میخواستیم همینه. عجب. همون شب این تنظیم کرد، همون شب پخش شد، فردا سرصداش بلند شد که از که اومدم دم روش نوشتن این برنامه گلهای شماره 364 بود فکر میکنم. بله عجیب، خوب خاطرتون هست. خب آموزش موسیقی رو و صحیح خوندن رو، ردیف ها رو از کجا و پیش چه کسی شروع کرده خب؟ Oh,
بهارم بی خزان ای گل بن ما Thank you.
نجات احمدزاده بود که بعد در باله ایران معروف شد. عرض کنم که خیلی بودن، یه گروه 15 نفری بود، یه گروه به نام هنر دوستان تشکیل دادیم. این حسین دانشفر همون حسین دانشفرش هنر پیشه که بعد هم بر آجی دانشفر شده. بله حسین دانشفر. بله 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 بله. این شبا می رفتیم خیابان پهلوی و خیابان سوای شمالی، تاریک بود. اونجا دستجمعی می خوندیم، آهنگای محلی می خوندیم، اونا هم کورشو می خوندن. که در نتیجه آقای میساقیه با ما آشنا شد و ما رو برد مستر وایس، مستر وایس، بله اون کمپانی صفحه پر کنی. بله ما اونجا چهار تا صفحه ضبط کردیم به نام دوتا کردی بود. عرض کنم که یکیش گیلکی بود که اون اسماعیل چیز برادر تیمسار این باشیان نه نه تیمسار چی بود که فرمانده نظامی بود که نام شد بله من یادم میاد میگم خدمتون. اصلا که با اون اجرا کردیم که این صفحه پخش شد و یه صفحه هم از آن بود در بیات ترک که اون موقع رادیو ژاندارمری زور که میشد این صفحه رو میذاشت، نواره از آن میذاشت. بله بله. بعد اومدیم به خانم میش گیلاکوک پیدا شد و دانشجو میگره برای هنر تئاتر و رقص این چیزا که ما رفتیم اسم نوشتیم و اونجا من قبول شدم، در آواز قبول شدم. برنامه اولی هم که گذاشتیم برنامه بود به نام موسا و چوپان از مولانا که این به صورت اوپرت مثلا موزیکال اجرا شد. بله من در رول مولانا بازی کردم و تعدادی بودن که تمام تفسیر اشعار رو تو رقص پیاده کرده بودن، خیلی زیبا بود. بله. آقای مرداش اونجا با من آشنا شد. بله همینو چون فرستاد برادر ما فرستاد اومد دنبال من، رفتم اونجا در کلاس، ایشون مشهود کار شدم. در ضمن فراگیری ردیفایی که پرویشون بودم، واقعا من میخوام بگم استاد مرتاش دیگه نظیرش در زمانه نخواهد اومد. یک کسی که از جون مالش مایه میذاشت برای یاد دادن مجانی به دانش آموز و مریض بود میومد، سرد بود میومد، گرم بود میومد، کلاسش هیچ وقت تعطیل نمیکرد. تا حتی بعضی هم که پول ماشین نداشتن کمک میکرد که اینا زودتر بیان سر کلاس. بسیاری هم از هنرمندان واقعا به نام سرزمین ما مثل اینکه از اونجا نشأت گرفت کارشون و از اونجا رفته رفته حتی بیشود گفت که علاقمند شدن و آمدن بعد از هنرآموزی هر کدوم صاحب نام شدن واقعا در موسیقی. بله بله بله. و مرحوم کینیا چند دفعه گفت من الهام این برنامه گلها رو از تابلو موزیکال های مرتاش گرفتم. و اینکه مثل چند تابلو موزیکال بسیار عادی مثل شب قدر حافظ، شب خیام، ارز کنم که موزیکای محلی، تابلو موزیکای محلی فوق‌العاده، اینا یک ساعت برنامه بود که درست همین این برنامه گلها گوینده بود و بیشتر آمد موزیک بود و آواز بود و ترانه بود و رقص بود و تمام میشود. جناب استاد از اینجا اجازه بدیم اون کلام تا در اونجا من ضمن آواز من بازیگری رو شروع کردم، چون من در 18 سال تو کلاس استاد مرتاش بودم، شبا در صحنه بازی میکردم. من دو کار اونجا یاد گرفتم، بلکه سه کار، اونم ساز بود. صحیح. سنتور بود، یعنی عود بود و سنتور هم فرمودین؟ اول سنتور شروع کردم در 18 سال، بعد چون عاشق صدای عود بودم دیدم که تنها سازیست که با صدا هماهنگی داره، با آواز هماهنگی داره. کاملا صحیح. بله رفتم به طرف اون و باقی جران 45 سالم با اون دارم رفیدم.
بله، این گفتگویی بود با استاد عبدالوهاب شهیدی همیانان ارجمند که خب یادآور عرض کنم که خاطره زیبایی برای خود بندم هست، یاد استاد تورج نگهبان هم به خیر روان شاد باشه. با بسیاری از هنرمندان عرض کنم که گفتگوهایی داشتیم و از فعالیت‌های خودشون از شروع کارشون گفتن. حالا اجازه بدید برویم به ایران ببینیم که آقای بابک بختیاری عزیز در مورد استاد عبدالوهاب شهیدی چه داره به ما عرض کنم که تقسیم کنیم. بدونید که این آقای بابک خان، آقای بابک بختیاری جوانترین شاگرد استاد پرویز یاحقی بوده که پیش استاد یاحقی تلمس کرده و خب همه ردیف‌ها و دستگاه‌ها رو بسیار خوب فرا گرفته و در واقع هشت و نشر زیادی با استاد یاحقی داشته. بسیار این ناگفته ها رو استاد پرویز یاحقی برای ایشون بازگو کرده. آقای بختیاری درود بر شما. سلام دارم خدمت جناب توفیقی و همه ایرانیان سرتاسر دنیا. سعدی شیرین سخن میگه به چه کار آید از گل طبقی، از گلستان من به برورده گل همین پنج روز و شش باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. انشاءالله به حرمت این دو بیت سعدی شیراز همه ایرانی های سرتاسر دنیا در سلامتی و خوشی باشد. آرزوی ما هم همین. عرض کنم که آقای بختیاری وقتی با استاد شهیدی صحبت میکردیم خب اشاره کرد به بعضی از هنرمندا ولی بیشتر تکیهش روی استاد پرویز یاحقی بود. میگفت من وقتی با آقای یاحقی آواز میخوندم در گلها و من شیفته یه ساز او بودم، هیچ وقت این رو من فراموش نمیکنم. بعد اسامی دیگری هم البته ذکر کرده که من خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. شما آقای شهیدی رو در این اواخر دیدین آقای بختیاری؟ من جناب رفیقی جناب شهیدی رو ندیدم، اما به این مطلبی که حضرت عالی فرمودید با پرویز یاحقی از لحاظ تعداد برنامه هایی که مرحوم پیرنیا به جناب استاد عبدالوهاب شهیدی دادن در گلها بیشترینش با استاد پرویز یاحقی کاملا درسته. بله چون خب خوانندگان دوره اول گلها ما الان من دیدم در قطعات یک خط این محلی هم پخش شد در گلهای صحرایی بود که 62 برنامه کلن گلهای صحرایی ضبط میشه. بله البته آقای بختیاری این خود آقای شهیدی هم این اشتباه کرد، این گلهای رنگارنگ 264 بی بود که ترانش رو بانو الهه فوق العاده زیبا اجرا کرده، کاری از استاد روح الله خالقی است و خالقی عرض کنم که شهیدی رو دعوت کرد گفت این ترانه رو گوش کن، من یک آوازی میخوام برای این ترانه که باید محلی باشه. خود آقای شهیدی هم این توضیح رو دادن، ببخشید این توضیح رو من دادم. خواهش میکنم. ببینید جناب توفیقی این تعداد برنامه ها و آواز استاد عبدالوهاب شهیدی ضبط کردن در دوره اول گلها که آقای گلتایفانی هم بارها اشاره کردن، افتخار من در این هست که اون چهار خواننده گلها در حقیقت استاد بنان، حسین قوامی، عبدالوهاب شهیدی و خود اکبر گلتایفانی ناگفته نذارم که تعدادی هم در ابتدا استاد ادیب خونساری بوده. اما ببینید استاد غلام حسین بنان خب روزی که از واقعا ارکان اصلی برنامه گلها بوده با رهی معیری و استاد به خصوص مرتضی محجوبی و غلای خالقی. بله استاد پرویز یاحقی به من میگفتن که جناب داوود پیرنیا تصمیمش بر این بود که در حقیقت استاد عبدالوهاب شهیدی به خصوص در زمانی که دیگه مرحوم بنان به اصطلاح دیگه در گلها برنامه اجرا نمی کرد، جناب عبدالوهاب شهیدی جای ایشون رو پر بکنه، حالا جایگاه موسیقیایی استاد عبدالوهاب شهیدی که محفوظ بماند، اما به خاطر اون بم بودن صدا، به خاطر اون در حقیقت قلط تحریرها و که در صدای عبدالوهاب شهیدی بود، مرحوم پیرنیا به این نگرش خیلی اهمیت میداد و به خاطر همین هم هست که ما میبینیم تعداد بسیار زیادی چاخ گل با صدای عبدالوهاب شهیدی ضبط شده. جناب توفیقی استاد عبدالوهاب شهیدی همونطور که من رو دیدم خودشون هم اشاره فرمودن تربیت شده مکتب استاد اسماعیل مهتاش بودن که به مرور زمان خانم مرضیه، جمال وفایی، محمد رضا شجریان
اینا اشخاصی بودن که از محضر استاد اسماعیل مهتاش در جامعه باربد بسیار بهره برده بودن و به مرور زمان عرضم به خدمتون که وارد جامعه حرفه‌ای موسیقی شدن. این نکته رو من اضافه کنم که استاد عبدالوهاب شهیدی در حقیقت دستی در عودنوازی هم داشتن که در بسیاری از برنامه ها و شاخ گلها گلهای رنگارنگا نمونه 428 هست که آهنگ چه کنم هست که خانم محسکی خونده با استاد تلزی یا حقی آقای بیژن ترقی در سگاه قبل آواز آقای شهیدی اجرا کردن با ویولون پرویز یا حقی و عود خودشو، یعنی در خیلی از آوازها ما میبینیم که عود خود آقای شهیدی هم نقش داشته. در اون دوره ما یک یوسف کاموسی داشتیم خدا رحمتشون کنه که دو هفته پیش تو هم من با دخترشون گفتگوی داشتم، تنها بازمونده خانواده کاموسی که عود رو زنده کرد، منصور نریمان و استاد عبدالوهاب شهیدی. حالا جناب شهیدی تخصصش در آواز بود و در حقیقت عود رو در کنار این قضیه دنبال می‌کردن. در سال 1339 زمان که در رادیو گذاشتن و فعالیت خودشون رو با برنامه گلها آغاز کردن، در کنار غیر از پرویز یحیی که اشاره کردن، حبیب‌الله بقی، علی تجویدی، حسین تهرانی، اصغر بهاری، حسن ناهید، بله درست اینا، این هم با ارکستر استاد فرامرز پایور، بله بله این با بیشتر با آقای پایور، آقای بختیاری در زمانی عرض کنم که با آقای استاد شهیدی همکاری خودشون رو ادامه دادن و خیلی کارهای زیبا هم اجرا کردن که به هر حال عرض کردم که اون زمانی بود که آقای ابتهاج مسئول واحد موسیقی شدن و گلهای تازه تولد پیدا کرد به جای همه گلهایی که اون زمان در به اصطلاح حیطه کار رهی معیری و عرض کنم که زنده یاد داوود پیرنیا و استاد محمد میر نقیبی بود. بله درست میگین، در گلهای تازه آثار فراوانی اجرا کرد. تا سال 1357 شهیدی کماکان فعالیت میکرد و خب استادی است در رشته خودش. و آقای بختیاری شما حتما میدونید آقای شهیدی 7 تا صفحه 33 دور ببخشیم پر کرده، 3 تا که شامل ارکان تکنوازی های خودش. یک زمانی من یادم این صفحه های 33 دور بسیار مد شده بود، اون موقع که صفحه 45 دور بود بعضی از خواننده ها صفحه 78 دور هم عرض کنم ارائه دادن، کاراشون رو هموطنان ما شنودن. حالا دنبال میکنیم صحبت های شما رو که خب بله عرض کنم که آقای شهیدی میدونم در ایران براش یک مراسمی هم گذاشتن، من دیدم که در کنارش استاد شجریان ایستاده بود و چقدر آقای شجریان تواضع به خرج میداد در مقابل این استاد. من باید بگم که جناب توفیقی در واقعا اکیپ استاد فرامرز پایور، حالا همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید با برنامه گلهای تازه، حالا آقای شهیدی که یکی از واقعا هنرمندان و خوانندگان بسیار بسیار فعال بودن و باید این نکته رو اضافه کنم که با ارکستر استاد فرامرز پایور که ترکیبی از استاد رحمت‌الله بدیعی، استاد شنگ ظریف، استاد محمد اسماعیلی، استاد حسن ناهی، ترکیبی که در برنامه جشن هنر شیراز و ارزم به خدمتون کنسرت های بسیار متعدد در برنامه های بخش های مختلف در حقیقت بخش های تلویزیونی و رادیویی، ما امروز خوشبختانه آثار بسیار زیادی رو استاد عبدالوهاب شهیدی در دست دادیم. و یه نکته هم که باید اضافه کنم، ببینید جناب توفیقی، واقعا سبک و شیوه بیان، یعنی اون دکلاماسیون و استفاده حالا از انواع تحریر ها که مثلا تحریر چکشی رو مثال بزنم، مقطع، زیر و زبر، قنه، بلبلی، دوتا یکی یا هلهله فلکی، انواع تحریر ها ازم به خدمتون، جناب استاد عبدالوهاب شهیدی واقعا با اون صدای گرم و لحظه که در صدا و سبک خوانندگیشون هست منحصر بود. من باید بگم واقعا با این محدوده صدا، یعنی با این چهارچوب صدا و این حالت به اصطلاح بنی که در صدا رو استاد عبدالوهاب شهیدی هست، ما قبل از ایشون نمونه نظیر صدا نداریم و بعد از ایشون هم ندیدیم. خیلی از خواننده های جوان امروز دیدم بارها و بارها صحبت استاد
وهاب شریفی که میشد به من همه اولین چیزی رو که گوش داد میکنن میگن که استاد شریفی صدای بسیار بسیار گرم با حس و حالی داره و حتی در یک سری اجراهای ضرب سنگین که ضربهای 6/4 یا حالا به اصطلاح 6/8 سنگین هست استاد عبدالوهاب شهیدی توانایی های واقعا باید بگم منحصر به فرد. شما خودتون میدونید اجرای قطعات 6/4 یا 6/8 سنگین چه نوازنده چه خواننده باید توانایی کامل داشته باشه تا بتونه این سردرد رو بشکونه نگرد داره و عذاب نندازه. همیشه وقتی یک نوازنده رو امتحان کنند یا یک خواننده رو امتحان کنند یادم از آقای تجدیدی میگفتم من همیشه میگفتم به 6/4 بخون ضرب سنگین بخون بفهمم چی کار میکنی. یعنی یک حسنی بود که من در مرحوم استاد بنان بسیار میبینم این حسنه که ضرب فوق العاده قدیه داشتن استاد بنان و استاد عبدالوهاب شهیدی و حتی تحریرهای ضربی تحریر ضربی به روایت میتونم بگم بعضی از کارشناسان موسیقی ما و نوازنده های ما درست. بر همه تحریرها برتری داره دارایی چون یک نظم و ترتیبی خاص داره و ویژه خودش هست اون ترتیب باید به درحقیقت با اون دارا بودن ضرب با متر غیر آزاد باشه. به خاطر همین هم هست که سخته، هر کسی تواناییشو نداره. بله عرض کنم که آقای بختیاری من اشاره کردم که استاد عبدالوهاب شهیدی بسیار احترام به استاد اسماعیل خان مهرداش میگذاره، در هر محفل و مجلسی بوده، در هر گفتگویی بوده، واقعا از استاد مهرداش ستایش کرده. در جامعه بار بود آقای مهرداش علاوه بر اینکه ردیف‌ها و دستگاه‌های موسیقی رو به هنرجویان میآموختند، خب میدونید که یه رشته فن بیان هم گذاشته بود. به خاطر همینی که شما اگر دقت کنید، حتما هم دقت کردید، خیلی از علاقمندان به موسیقی دقت کردن، خب بعضی از آوازخوان‌ها وقتی یک غزلی از سعدی یا حافظ می‌خوانن، این شعر باید شما گوشاتون رو تیز کنید تا اون به اصطلاح اشعار رو دریابید. بله، ولی وقتی شهیدی می‌خونه یا استاد اکبر گلپایگانی، اصلا از دور که شما گوش میکنید مفهوم شعر و معانی رو به خوبی درک میکنید. شهیدی که حسن بزرگش این بود که دوره فن و بیان دیده بود، بازیگری هم میکرده و در ضمن آقای بختیاری خاطره خودش تعریف کرده، جالبه برای شما بگم. آقای شهیدی برای مسلولین اون زمان در نظام پیشین، عرض کنم که در نظام شاهنشاهی، میرفته برنامه اجرا میکرده. یک روزی که در بیمارستان مسلولین داشته برنامه اجرا میکرده، رئیس بیمارستان میاد پیشش میگه آقای شهیدی یک دختر خانومی که بیمار ماست نمیتونه بیاد بیرون، خیلی مشتاق شما رو ببینه. آقای شهیدی میفرمایند من رفتم به دیدن اون دختر خانوم جوان که خب مسلول بود دیگه، بیماری سل گرفته بود و باش حرف زدم. اینا اون دختر خانوم جوان در اون موقع خانم شهین حنانه بود و او یک شعری به آقای شهیدی میده در وصف مادر بوده، در ستایش مادر. آقای شهیدی میگه من بودم شاه آقای پیرنیا این شعر رو اجرا کردم، به یادم گریه کن مادر. البته بعد توضیح میده که دو تا شعر من خوندم به یاد مادر، یکیش رو خانم هما میرافشار سروده و یکی مال همون بانو شهین حنانه بوده که بعد البته او بهبود پیدا میکنه، میاد در رادیو جزو ترانه سراها میشه، ترانه های زیبایی هم میسرایه و متاسفانه چندی پیش به هر حال از این دنیا میره. این هم یکی از خاطرات استاد عبدالوهاب شهیدی بود. از کنم آقای شهرتی اون عکس آقای شجریان که در خدمت استاد ها، ببینید تصویر استاد شجریانه. استاد شجریان بسیار بسیار از کنم که به پیشکسوت های خودش احترام میگذاره. من نمونش اینه که ببینید در مقابل استاد شهیدی و بقیه دوستان آدم خوشحال میشه آقای بختیاری وقتی میبینید تا این اندازه این مراوده وجود داره و قدر پیشکسوت های ما رو عرض کنم که هنرمندان ارجمند ما هم میدانند. ببخشید میدانند. ببخشید جاسوفی من یک نکته در تکمیل فرمایشات حضرت عالی اضافه بکنم. بله بله. ببینید خوانندگی مثلا استاد پرویزی حتی بارها به من میگفتن، یک مثالی هم حالا براتون بیارم. بله. ایشون میگفتن که دکلاماسیون در خوانندگی بسیار مهمه. درست. و شما ببینید من مثلا خواننده های دوره اول، یعنی زمان حالا رضا شاه پهلوی تا دهه 20، میون این خواننده ها حالا طاهرزاده بوده، ازم به خدمتون زلی بوده، احمال آذر بوده،
دکلاماسیون زلی از همه بهتر بوده. بعد جلوتر که میایید به استاد بنان، استاد عبدالوهاب شهیدی، ادیب که میرسیم، دکلاماسیون اینها هم بسیار شفاف. یعنی نوازیم گفتم باقی که مخار محسی رو آوردم بین دوتا دندونش باز بود، صدا دیستورته، باید این صدا درست بشه. فرستادم بشه آقای دکتر کوثری که دندون پزشک بودن، درسته، ایشون بین این دوتا دندون رو پر کردن و دکلاماسیون خانم محسی درست شد. ببینید آهنگ سازان، خود حتی خوانندگان به فن بیان و خود اداب کلمات در حقیقت در شعر بسیار بسیار حساس بودن و اصلا بحثی بوده. حتی خود ادای درست اشعار در دوره استاد ادیب خونساری و استاد غلام حسین بنان پرست آوازها میشن. به چه علت؟ به این علت، دیگران در گلها شعر رو درست ادا بکنن، هم از لحاظ دکلاماسیون هم از لحاظ در حقیقت فن شعری. استاد عزیزی حقیقی من میگفتن برگ سب 36 رو که بستم ضبط میکردم با استاد ادیب خونساری، قبل سعدی بود در شور حسنت و دائم به این قرار نماند. میگفتن وقتی اومدیم بیرون گفتم استاد چرا نگفتین حسنت و دائم به این قرار؟ تو استاد ادیب رو کردن به من گفتن پسرم دائم حمزه عربیه، دائم فارسی و درسته. شما موشکافی ها رو ببینید، در کامل همین هم هست که آثار گلهای پیرمیان روز ماندگاره. بله کاملا همین نکته سنجی ها و ریزبینی ها هست. بله عرض کنم آقای بختیاری، قابل توجه دوستان جوان ما باشه. بله که الان با توجه به این تکنولوژی پیشرفته خب میدونن خیلی کارهای خوب میتونن ارائه بدن. توجه بکنن به نکات ظریفی که در واقع اساتید ما رعایت میکردن و بعدها آقای بختیاری من خدمتتون عرض کنم این فن بیان یک رشته ای شد در دانشکده هنرهای دراماتیک که زنده یاد دکتر مهدی فروغ اونو تدریس میکرد. یعنی گویندگان بیشماری ما داشتیم که اینها هم در کلاس فن بیان شرکت میکردن. مثل امروز نبود. به هر حال هر کار هنری در اون چارچوب خودش دارای یک اصول و قاعده و به قول مشهور قواعدی بود که میباید رعایت میشد. به خاطر همینه که همونجور که شما هم گفتید واقعا همینه. شما وقتی گوش میکنید به اون آثار که با اون دستگاه‌های اون زمان با تکنولوژی پیشرفته امروز نبوده، اگر این تکنولوژی در اختیار این هنرمندان ما بود که اصلا قوقا می‌کردند. معلوس شما می‌بینید که چقدر کارها دلنشینه، چقدر رعایت میشه و چه نکات فنی که مد نظر اساتید ما بوده. آقای بختیاری عزیز، ما می‌خوام یه سفری بکنیم به شیراز، یه قسمتی از یکی از برنامه‌های جشن هنر رو با هم ببینیم، شما هم ببینید. عرض کنم که تقدیم کنیم به خود استاد عبدالوهاب شهیدی، این هنرمند ارجمند گرامی که از اینجا خدمتشون درود میفرستیم، براشون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم و وقتمون هم دیگه داره به پایان میرسه. اگر شما ببینید اینو برای شما هم و همینطور سایر دوستان جوان ما جالب خواهد بود. جان صحبتی صد در صد. فقط من یه نکته ایرم اضافه کنم خیلی سریع. بله. استاد عبدالوهاب شهیدی از ادوات تحریر که حالا ا او هست یا کلماتی مثل ای، امان، وای، حبیب، محبوب من، از این کلمات عنوان ادوات تحریری در فن آواز استفاده میشه. یا توفیقی بسیار بسیار جناب شهیدی این رو به جای استفاده میکنه. بله آفرین، درود بر شما. ممنونم آقای بختیاری عزیز، شما هم بشنوید و گوش کنید. خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. خدا نگهدار. قربون شما. خب آقای شهرتی عزیز، با توجه به زمانی که داریم خدمت بینندگان ارجمند عرض کردم، آقای شهیدی استادانه در جشن هنر ظاهر شد. خب اساتید بزرگ موسیقی ما او را همراهی می‌کردن. من همیشه این حسرت در دلم مانده بود که چرا ما در جشن هنر یک ارکستر بزرگ 40-50 نفری نتوانستیم عرض کنم که در جایگاه قرار بدیم که هم ایرانی ها، هم جوان ها، هم مدعوینی که از دیگر کشور آمده بودن آشنا بشن با کارهای ارکستراسیونی ما. ما داشتیم هنرمندانی مثل علی تجویدی بودن، ولی نمیدونم چرا بعضی از مسئولین جشن هنر در این مورد کوتاهی کردن. به هر حال آشورتی بندم با اجازه شما خداحافظی میکنم از بینندگان ارجمند با تشکر از امیر شهرتی عزیز و گرامی
این قسمتی از جشن هنر رو با هم ببینیم. فکر کنم هم میتوانیم یادی از استاد شهیدی کرده باشیم و خاطرات برای خیلی ها تجدید میشود. جوان ها بدانند که در اون مملکت موسیقی چه پایگاهی داشته و چطور در حکومت شاهنشاهی به این هنر والا احترام گذاشته میشد. با هم ببینیم. با تشکر و سپاس، پاینده ایران. Thank you.
Thank you.